سلام دوستان عزیز، امروز دوست داشتم که در مورد اوراق قرضه شرکت ها یا به عبارت دیگه corporate bonds با شما صحبت بکنم. معمولا corporate bond ها به خصوص در آمریکا به دسته‌بندی های مختلف تقسیم شدن. شرکت هایی هستند که ترازنامه یا بلنس شیتشون نشون میده که اون شرکت آیا در گذشته یا زمان حال موفق عمل کرده یا نه. اگر موفق عمل کرده که شرکت هایی که اونا رو ریت میکنن مانند مثل مودی و استندرد انپور و اینها ریتینگ یا گروه بندی اونها رو به این صورت میدن، یا خوب اگر خوب موفق عمل کرده بهش A+ تریپل A میدن. اگر اون شرکت ها عمل کردشون متوسط بوده بهش B+ تریپل B میدن، و اما اگر اون شرکت ها بد عمل کرده باشه که بهش C+ تریپل C میدن، و اگر هم وضعشون خیلی دیگه بد باشه اصلا دیگه ریتینگ بهشون نمیدن. خب حالا که چیز هست بذارید من یه توضیح دیگه در مورد ریتینگ بدم. حالا که در مورد ریتینگ یا دسته‌بندی توضیح دادم، بسی بهتون بگم که اوراق قرضه یا باندها بهره های متفاوتی دارن یا میدند و قیمت هاشون هم با هم فرق میکنه. اگه قیمت اوراق قرضه یا اون باند $100 باشه بهش میگن پار ولیو. اگه قیمت اون باند یا اوراق قرضه بالای $100 باشه بهش میگن پریمیم ولیو، و اگر قیمت اون پایین تر از $100 باشه بهش میگن discounted value. معمولا یه چیزی هست به نام بهره‌وری یا yield. yield یک باند یا اوراق قرضه بستگی داره به قیمت و بهره و مدت عمر اون باند در اون مقطع زمانی که خریدار میخواد بره اون رو بخره. خب ما در مورد این صحبت کردیم و میخوایم ببینیم که یه خودی بیشتر در مورد ییلد بگیم. هرچی ییلد بالاتر باشه ارزش اون باند برای خریدار ممکنه جالبتر باشه و بالعکس. وقتی که در مورد عمره یک باند من صحبت میکنم یا صحبت میشه، منظورمون همون تاریخ انقضای اون باند یا اوراق قرض است که همون maturity date یا تاریخ انقضا. تاریخ انقضای یه باند یا اوراق قرض هم متفاوته. مثلا اوراق قرضه داریم 1 ساله، 2 ساله، 3 ساله، 10 ساله، 20 ساله. بعضی هم از اوراق قرضه هستن که اصلا مادام العمرن، بهش میگن perpetual bonds. خب در زمان انقضای باند یا maturity date چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ اون شرکت در صورتی که هنوز فعال باشه و ورشکسته نشده باشه موظفه که پول شما رو به ازای هر باندی $100 یا پار ولیو پرداخت بکنه. البته تا اون زمان، یعنی زمان maturity date یا تاریخ انقضا، بایستی سالانه یا گاهی اوقات 6 ماهه بهره پول رو بهتون بده، بهره که در همون روز اول به اصطلاح کوپون ریت بهش میگن. و اما
اگر که اون شرکت ورشکسته شده باشه که کار دیگه به دادگاه ورشکستگی میرسه، اون وقت دادگاه ورشکستگی بررسی میکنه که سهم شما از اون پارولیو در چه حدی میباشه. اون هم بستگی داره به دارایی های اون شرکت در لحظه ورشکستگی یا بدهی های اون شرکت در زمان ورشکستگی. گاهی اوقات شما ممکنه که یک اوراق قرضه رو در حد پارم خریده باشید، یعنی 100 دلار هم بهش داده باشید، حتی پریمیوم هم پرداخت کرده باشید برای اون باند، ولی در زمان انقضا انقدر وضع خراب خواهد بود و خواهد شد که مبلغ ناچیزی ممکنه دستتون رو بگیره و یه اون بستگی به شانس خودتون داره. امیدوارم که این ویدیو کوتاه به شما به اندازه کافی آشنایی داده باشه در مورد باند، کورپوریشن باند و اوراق قرضه شرکتی. خیلی ممنون از توجهتون.